بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تقدیم میکنم خدمت هر یک شما عزیزان. دوستان عزیز، از آقای نایک، یک پسر نوجوان هندو، یک سوال بسیار جالب میپرسه. این سوال از دوستان عزیز که اگر از دین مبین اسلام یک مسلمان واقعی بیشتر معلومات داشته باشه، باز هم جواب این سوال را داده نمیتواند. این پسر هندو آیت های اولین قرآن مجید را اشتباه میگه و میگه که اشتباه است. دوستان عزیز، این گفتگو بین جوان هندو و دکتر صاحب زاکر نایک به زبان انگلیسی است و تیم رسانه فوئی را به زبان ساده دری خدمت شما تقدیم میکنیم. در این راه بیش سیاه خود را سفید کردیم. اشهدو الله بیت آنی مبتلا به شرک هستم. در تاجیکستان بر سر I'm giving you a chance to speak, sister, speak. I just have another question. The first verse that was revealed to Prophet Muhammad, peace be upon him, was Ikra Bismika, yeah? Read in the name of your Lord who created. Now the question is, if the angel Gabriel said to Prophet Muhammad, peace be upon him, that read in the name of your Lord, ای جوان هندو میگه که اولین آیات قرآن مجید که توسط جبرئیل امین به حضرت محمد صلی الله علیه و سلم نازل شد، که اولین کلمهش میشه اقرا، که معنایش است یعنی بخوان. بسمک ربک الذی خلق، به نام خدایی که تو را خلق کرده. این پسر جوان هندو به آقای نایک میگه که حضرت جبرئیل علیه السلام به حضرت محمد صلی الله علیه و سلم میگه که اقرا، یعنی بخوان. خب به خاطر خواندن باید یک چیز نوشته باشه که بخونی. این پسر هندو میگه که در دورانی که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم بزرگ شد، او زمان خود قرآن کریم بالای از او نازل نشده بود و ایره هم خداوند متعال میفهمید که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم خواندن و نوشتن را یاد ندارد. و چرا خداوند متعال نسخه از قرآن مجید را دست جبرئیل علیه السلام به حضرت محمد صلی الله علیه و سلم فرستاد و گفت بخوان؟ خوب اگر نوشته کردگی روان نکرده، پس چرا حضرت جبرئیل علیه السلام به حضرت محمد صلی الله علیه و سلم گفت که بخوان؟ به خاطر خواندن خوب باید یک چیزی باشه که بخونی. این پسر هندو همینجا مدعی بود که آیات های اولی قرآن مجید اشتباه است و همچین سوال از آقای نایک پرسید. And he was asking Prophet Muhammad to peace be upon him to recite after him, yeah. But the answer of the Prophet peace be upon him was, I cannot read, right? Now that shows that the angel was actually showing him something which was written, because if he was just repeating, if the angel was just saying something and was just asking the Prophet to just recite after him, it doesn't require the prophet to know how to read or write. ای پسر هندو میگه که اقرا به معنی خواندن است و کسی که خواندن و نوشته بتونه، به او کس راحت گفته میتوانیم که اقرا یا بخوان. پس حضرت محمد صلی الله علیه و سلم در طول حیاتش اصلا خواندن و نوشتن را یاد نداشت. پس چگونه حضرت جبرئیل علیه السلام از او خواست که باید بخونه؟ میگه در او زمان حافظین قرآن مجید را حفظ میکردند، نوشته خو نمیکردند. بنابراین نظر خود دری رابطه چی است آقای دکتر زاکر نایک؟ It was actually something written that the angel was wanting the prophet to read, and hence his reply was that I can't read. Yeah, so but we know that the Quran was not written, it was later that it was compiled into a form of a book, but the first sentence kind of suggests that there was something written at the first place. So what do you suggest in this? That was the question. دوستان عزیز، یک چلنج بسیار بزرگی است به آقای نایک که باید پاسخ سوالی پسر هندو را بده. آقای نایک میگه که برادر ما سوال بسیار خوبی پرسیدند و در نخست تشکری هم کردند از این پسر هندو و گفتند که سوال بسیار منطقی پرسیدند. گفتند زمانی که حضرت جبرئیل علیه السلام پیش حضرت محمد صلی الله علیه و سلم تشریف آوردند و به حضرت محمد صلی الله علیه و سلم گفت که اقرا، یعنی بخوان، و برادر ما میگه که به خاطر خواندن خوب باید یک چیز نوشته باشه که بخواند. آقای نایک میگه که لازمی نیست که حتما یک چیز نوشته باشه و کسی از او پرسان بکنه یا از او درخواست بکنه که اقرا یا بخوان، یعنی بدون نوشته شده هم میتواند یک کسی یک چیز را بخواند. دوستان عزیز، طور معلوم میشه که در همین یک جمله پاسخی پسر هندو را آقای نایک داد. The prophet said, man, I'm Bukhari, I'm not learned, I cannot read. So he's assuming that means something written was shown. It's not a must. For example,
آقای نایک میگه که برای خواندن یک چیز لازمی نیست که باید 100% یک چیز نوشته شدگی باشد قبلا پیشش یا پیش شخصی که سوال میکند و او را بخواند. میشه که پیش از پیش همو چیز را حفظ داشته باشد و او را بخواند و شاید هم همینطور باشد که یک چیز نوشته شدگی باشد پیش او را بخواند و حتی هم اینطور بوده میتواند که چیزی را که من مثلا میخوانم چیزی را که من میگم از پشت سر من تکرار بکن و همون کلمه را بخوان. دقیق همون طوری که دکتر صاحب ذاکر نایک زمانی که مردم را به دین مبین اسلام دعوت میکند و کلمه شریف را میخواند و اونو از پشت سرشان تکرار میکند، دقیق مثل همین یک مثال است. دکتر صاحب ذاکر نایک یک مثال دیگه هم میده، مثلا میگه که اگر یک شخص نزد ما بیاید و بگوید که زبان ژاپنی را به ما یاد بده یا بگو به زبان ژاپنی صحبت بکو، بنابراین ما به او میگم که ما زبان ژاپنی را یاد ندارم و گفتن نمیتونم، صحبت کردن نمیتونم. دقیق مثل همی وقتی که جبرئیل علیه السلام پیش حضرت محمد صلی الله علیه و سلم تشریف آورد و به اونا گفت که اقرا یا بخوان، شاید پیشش یک چیز نوشته شدگی یک نسخه از قرآن مجید بوده باشه و شاید هم هیچ چیز نوشته شدگی نبوده باشه، فقط خداوند متعال میخواست که از همینجا شروع شود و حضرت محمد صلی الله علیه و سلم خواندن را بیاموزد. دکتر صاحب ذاکر نایک میگه زمانی که حضرت جبرئیل علیه السلام به امر خداوند متعال نزد حضرت محمد صلی الله علیه و سلم تشریف آورد و به او گفت که اقرا یا بخوان، یک گانه دلیلش همی بوده میتواند که به او بیاموزد خواندن را. If there's a person here, even if I tell him that read, even if I don't show him something, he will say that I'm illiterate or I cannot read. It's not necessary I have to show him something. Fine? It may be, it may not be. It's not a must. When I'm asking someone to do something, that I have to show something. I can just say, why don't you read? It's not must that I should show him something. So a person who cannot read may voluntarily come and say that I cannot read. It's not necessary to tell you, okay, show me what to read. Oh, this thing. No, this thing I can't read. So even if you don't show me when I cannot read, so what is the use of you showing me that thing? If someone tells me, read Japanese, I'll say I cannot read. I'll not say, okay, where is it? Show me where is Japanese. If you tell me, brother Zaki, read Japanese, I'll say, what to read? Show me Japanese. دکتر صاحب ذاکر نایک وقتی که دو مثال را به یه پسر هندو داد و با وجودی که تمام تالار، یعنی تمام مردمی که در تالار حضور داشتند، تمامشان به کف زدن شروع کردند و لبخند بر لب داشتند، باز هم آقای نایک از این پسر هندو پرسان میکنه که آیا من توانستم توسط از این دو مثال تو را بفهمانم، یعنی سوالی که کردی جوابت را گرفتی یا خیر؟ پسر هندو سر خود تکان میده و میگه که بله جواب خود را گرفتم. و در اخیر دوستان عزیز میبینیم پسر هندویی که دعوا کرده بود که آیتای اولی قرآن مجید اشتباه است، بسیار شرمنده شد نزد همه و سرانجام همینجا بود که صحبت‌های آقای نایک هم به اتمام میرسد. نظر شما در این رابطه چیه از دوستان عزیز؟ حتما در قسمت کامنت نظریات سالمتان را بنویسید، ویدیوهای ما را لایک کنید و کانال رسائن فورا حتما سابسکرایب بکنید. تا دیدار بعد، الله متعال حافظ و نگهدار همه ما باشد.